قبل از اون که بریم تهیلیم 98 رو برخوا بکنیم صدیخت و بعدش هم حلقه های شبات یه چند حلقه های لطفا تلفوناتون رو خاموش کنید پلیز. سو یه چیزی یه ایمیل جالب واسه بعد فرستاده بودن که میدونیم زندگی حتما خیلیتون گرفتین اینا زندگی درس حساب است. دیدنی بدی گرید؟ نه زندگی درس حساب است. Thank you very much. زندگی درس حساب است. تو حساب چی داریم؟ جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. Right؟ جمع داریم، تفریق داریم، ضرب و تقسیم. یعنی زندگی درس حساب است. خوبی ها را جمع، بدی ها را تفریق، خوشی ها را ضرب و شادی ها را تقسیم کنیم. I think it's beautiful, huh? جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. خوبی ها را جمع، آدم باید همیشه خوبی ها را فراموش نکنه، اینا را جمع بکنه. بدی ها را تفریق بکنه، خوشی ها را ضرب بکنه، شده ضرب بشه خوشی ها. و شادی ها را تقسیم بکنه تو شیر. شد زندگی درس حساب است. البته می‌دونیم این درست خلاف گرایش ماست. می‌دونیم گاهان ویلا می‌فرماید که ما همیشه تو زندگی گرایشمونی که چیکار می‌کنیم که ما خوشی‌ها را زود فراموش می‌کنیم و بدی‌ها را هی نشخوار می‌کنیم. That's what the Gaon says. گاهان رو کجا میگه؟ دو تا پاسخ هست. از رجوع ازدواج نه قبلا گفتی. شلومو ملخ دو تا پاسخ میگه. یکی میگه ماتسا ایشا مگه این کسی زن پیدا کرد خوبی پیدا کرد. یه جا دیگه میگه متسا انیه تا ایشا ما هم ایمابت. یه جا دیگه میگه نه میگه زندگی زناشویی میگه از مرگم تلختره. چی داره میگه؟ گاه میفهمید جالبه. اینجا رجوع به توف رجوع به خوبی که میگه ماتسا. ماتسا زمان گذشته است. گاهی میگه this is the psychology. میگه آدم ها چیزشون اینجوریه. ماتسا یعنی خوبی ها رو ما زود فراموش میکنیم. ماتسا توف رجوع به تو میگه ماتسا. گذشت خوشی داشتیم تموم شد رفت. ولی مر میمادت چیزایی که تلخه. تلخی ها رو ما زمان حال داره میگه. هی نشخوار میکنیم. هی تلخی ها رو چیزایی منفی ها. هی this is our hobby. We just chew over it, over and over and over. و میگه that's what اینه. آدم باید این عوض بکنه. آدم باید این تلنسی رو عوض کنه. باید چیز gratitude داشته باشه. Appreciation داشته باشه. باید همین هر صبح بلند میشه. مدن یه دفعه نخواه. هر صبح از خواب بلند میشه. خدایا ازت متشکرم. من زنده هم. سالمم. مایت لونن آدم خی. مایت لونن آدم خی. آدم زنده نباید شکایت بکنه. آدم زندگی باید با امونا با تمام چلنج های زندگی بره جلو. ما ایتلونن اینا تو کجا تو مگیلت اخا میگه. ما ایتلونن آدم خی. آدم زنده شکایت میکنه. زنده ای باروخ هشم انی نوشه. باروخ هشم انی نوشه. باروخ هشم من نفس میگیشم زنده هم. And I'm gonna ask sure زندگی everybody has challenges. Everybody آدم تو زندگیش آدم نیست که نیسایون نداشته باشه. هم گانه به عزت هاشم. یادتون رو گفتیم بیشتر تا نیسایون. وقتی نیسایون امتحانات زندگی میاد کسی که امونا داره میتونوسسیم از این چلنج ها میره بالاتر. کسی که امونا نداره میتونوسسیم از این چلنج ها فرار میکنه. یا درگز، خودکشی، آن. بیشتر تا نیسایون بیشتر تنیسایین اون نسیم اون میتونوسسیم. وقت چلنج ها یا نسیم بعضی ها فرار میکنن ازش. کسی که امونه داره فرار نمیکنه. میگه اوکی من تنها که نیستم. عقوبش بارو Who is always with me? I'm gonna face the challenges. و اینجوری از این چلنج ها آدم میره بالاتر. میتونوسسیم. تونم گفتم سربازی اسرائیلی به من گفت بدسوالیم دو تانو رایت بعد سوالیم دو تا میگه تو ارتش بهشون یاد دادن که چی؟ که شهر گلیم میتخزکیم میتگلیم ها خزکیم.
وقتی که موجها خیلی عظیم میشن معلوم میشه که کی خزاکه، کی قویه. This is the power of emuna. خب بریم سر صدیقه. I don't want to get dragged away. I could talk about this for a whole hour. ولی ما میخواییم امروز به عزت هاشم 98 رو برخاش بکنیم. پاسوق دالت داد میزمار کوتاهیه. هریو لهشم کلها آرت پیتسخو و رننو و زمرو دوید ملخ مشربنو دو مرتبه یادتون نره. ما تو مزامیر تو 11 تا میزمار مشربنو هستیم که اینها را کلمات آخر نصرشا که نظمشا داوید ملخ کرد. میفرماید که گفته مقابل چی بود؟ مقابل زبولون بود؟ نفتالی باید. ما تو نفتالی هستیم. این همش که قبلا دیدیم این میزمار نفتالیه، میزمار 98. و گفتیم نفتالی چی بود؟ آرامش بود، رایت؟ نفتالی گفتیم که آرامشه، هارمونی. نفتالی سوراتسون اومله برکت هشم. این نفتالیه. و جدن شرطش همین صحباتی که کردیمه. رایت؟ حالا هاریو لهشم کلا آرت پیتخو برن نو و زمرو. البته همجور گفتیم این میزمار راجبه اومدن ماشیخ صحبت میکنیم که اون وقت پاسخ دالت چهار هاریو لهشم کل ها آرت پیتخو برن نو و زمرو که اون وقت میفرماین که اومدن ماشیخ یک چیزیه که it's gonna be celebrated universally. یه چیزیه که میدونین تمام آفرینش، نه فقط تمام ملل دنیا. الان میدونین ملل دنیا همه در جنگن. الان ببینین الان زوهر میفرماید که همه 70 ملت، شاید تو یونایتد نیشن 150 تا کشور باشه، ولی طبق تورا طبق قبلا 70 ملت بیشتر نیست، 70 ملت اصلی. و از این 70 ملت 35 تاش ایشمائل، 35 تاش حساب. یادتونه صحبت کردیم سه قدوش شبات؟ یادتونه گفتیم قدوش شب شبات 35 کلمه قبل از بوری پریا گفن میگیم، 35 کلمه بعد از بوری پریا گفن میگیم. میگن 35 کلمه قبل از بوری پریا گفن این ایشمائله، 35 کلمه بعد از بوری پریا گفن این حسابه. حالا ما شبات داریم، ایشمائل جمعه را گرفته قبل از مسلمان ها جمعه روزه چیده شده، مسیحی ها یک شنبه است. این ایشمائله و این چیه؟ اون حسابه. اینا خیلی عمیقه چیده شده، ولی باید بدونیم. ولی دات امت یکی بیشتر نیست، دات امت توراست، دات امت. اینا قلیفات هستن، اینا راجب این صحبت کردیم، ایشمائل و عصاب. ایشمائل و عصاب الان به هم دیگه افتادن بدجوری. اول ایشمائل با ایشمائل بود دیگه، حالا شیعه و سنی ها با هم دیگه بودن، هم دیگه رو لطو پار میکردن. حالا ولی اکتفا نمی کنه، ایشمائل میخواد تمام دنیا رو بگیره. حالا در افتاده با کی؟ با عصاب، پاریس و این ور و اون ور و it's all over. از که بودگه دود آلمان هم میخواستن چیز بکنن. این امریکا هشم ایشمار. امروز تو اخبار بود که چقدر 35,000 دست لباس یو پی اس ها معلوم نیست کی اردر داده. You know what it means. اف بی آی ندارن تحقیق میکنن، یعنی یو پی اس گفته من این اصلا اردر ندادم. یعنی اینا آمدن 35,000 دست یونیفرم یو پی اس واسه چی گرفتن؟ هشم ایشمار. نه که میخوان، یعنی UPS truck comes to deliver, you don't know what they're going to deliver. مخشمم دیار all over. این هشم میشمار، هشم میشمار فکر نکنیم. گفتن که اینجا ممکنه خدا. Sure, گفته بودن Washington is next. حالا ببینین، so you see, we have Ishmael, Esav. و اینا ببینین، اینا همش ببینین، اینا همش پیشبینی شده. همه اینا پیشبینی، همش خبله ماشیخه. خبله ماشیخ، it's gonna be a طبق سکریپت که ما میدونیم، ایشمائل و عصاف بعدن همدست میشن، میان برای ما.
الان هم اینا چی میگن؟ اینا اگه تو اخبار گوش کردین میگن اسرائیل این چی داره کرده؟ ما نبودیم مسلمان با چی داره گفتن؟ نه نه اینا حماس گفته، گفته که تمام چی داره پاریس اسرائیلی ها چیز اسرائیل کرده. ولی it's gonna happen که اینا الان با همدیگه در جنگ هست، ولی اون جنگ نهایی اینا همشون بر علیه مشیخ ما میان، ولی مشیخ ما پیروز خواهد شد. یعنی اینا میدین مثلا که مثلا فرض کنیم یه نفر بگه این فیلم رو دیدی خیلی فیلم مهیجیه، خیلی تنس فلان ایناست، ولی بدون آخرش آخرش قهرمانی میبره. وقتی هم میدونی که آخرش قهرمانی میبره دیگه تنس نیست. مجازی اینجا هم همینه، ما اینجا فیلمه خیلی فیلم مهیجیه، فیلم تاریخ دنیا، ولی we know the bottom line، آخر فیلمه رو ما میدونیم آخر چی خواهد شد. It's gonna be the true مشیخ، مشیخ حقیقی خواهد اومد. No second comings and no you know مشیخ ما وقتی اون بیاد اون وقت هاریو لحشم کل ها آرتس پیتخو و رننو و زمر میگن از راه مکسیک میاد، شاید از راه لس آنجلس، اگه لس آنجلس مقام تو را بشه میگن اینجا پارکینگ گیرش نمیاد. ولی it's very near به ازلات هشم اینشالله هیامی مقالو تشما امروز میتونه بیاد. اگر ما جدا تشوه از اعوا بکنیم، توبه بکنیم از رو اعوا هیام، حالا میفهمن وقتی مشیخ بیاد اون وقت هاریو لحشم کل ها آرتس پیتخو و رننو و زمرو. پیتخو مثل پیتخوه، یعنی همه دهانها باز خواهد شد گشاده و همه آفرینش میدونین و یا ماهو یه هشم خواد و شموه خواد. اون وقت دیگه تمام نوع بشر خداوند یکتا را خواهند پرستید و به مشیخش ایمان خواهند آورد، یعنی اسلام، مسیحیت، همه اینا قبول خواهند کرد که چی؟ که مشیخی که برای ما هشم خواهد فرستاد برای همه دنیاست. It's gonna be universal. داره میگه که چی؟ هاریول هشم کل هارتس، کل هارتس یعنی the entire humanity. حتی بعدن میبینیم که چی؟ حتی نمیدونم کوها و رودها و دریاها و چون تمام آفرینش به تکامل خواهد رسید. بنابراین هاریول هشم کل هارتس. پیتسخو گفتیم یعنی میلاشون مثل باز کردن دهانها به صورت گشاده باز خواهد شد برای رننو و زمرو، برای شیرا خوندن. چه عجب شیرا، بارها گفتیم چون شیرا گفتیم چیه؟ هماهنگیه. شیرا یک شعر قشنگ، وقتی یک نوای قشنگ داری و کلمات قشنگ فیت میشه توی اون ملودی، به این میگن شیرا. یعنی اون وقت که مشیخ بیاد یادم میبینه هیچ ناهماهنگی وجود نداشت، everything was right. هشم میاد انتقام این چی صفت پیس، نه it's gonna be یهودش برو خوب، انتقام همه خونهای بیگناهی که ریخته شده رو خواهد گرفت. ولی همه میبینن که جدا این clarity که همه چی بود، همه چی خیر بود. بنابراین این باعث شیرا خوندن میشه. شیرا اینه، شیرا چقدر دلنشینه قشنگ، آدم میبینه هماهنگی کامل بین نوتای موسیقی و اون کلمات. سوهری و لحشم کلا آرت پیتخوب رنو بزنه. خیلی جالبه که عریزل کسی که قبلا رو آورد تو زندگی ما، تا قبل از پونسه عریزل میدین قبلا فقط واسه کی بود؟ واسه آهاد بود، یه کسای ویژه بود. عریزل گفت نه، گفت این دیگه دوران مشیخ داره میاد و مشیخ وقتی میاد که جدن تعالیم قبلا عالمگیر بشه. حتی اگه ما نمیفهمیم، ما الان خیلی کاری که میکنیم طبق قبلا هست نمیفهمیم چرا، ولی عریزل بود که چیکار کرد؟ تعالیم قبلا را برای توده های مردم گذاشت. طریقی ما تفیلا میخونیم، همه کاری که ما میکنیم تفیلا، خیلی از مراسم میگیریم همش طبق قبلا هست. از حلقه چرج ما حلقه استفاده میکنیم واسه ازدواج، این از عریزله. قبل از این حلقه نبوده.
رایت علت طبق قبلا میگن آره عریزال گفت ببین همه بدونن وقتی میگی حریت نقودشه حاله نور از نشامای مرد میره دور زن و این گرده واسه این حلقه من نمونه میدم که چجور از عریزال تعالیم قبلا میدونین همگانی شد. حالا عریزال جالبه که اینجا میفرماید که میگه هاری او لحشم کل ها آرتس راشته بودش میشه چی؟ هلخا هاری او لحشم کل ها آرتس هی لامت خاف هی. عریزال میفرماید که شرط اومدن ماشیخ شرط هاری او لحشم کل ها آرتس این که همه اسرائیل ها هلخا را کاملا اجرا بکنن. هلخا شولخان ارخ برای همه است و عریزن می فرماید هاریو لحشم کل آرتیز هلخا. چه عجب چه چیزی داره باید هلخا را اینی بباید اجرا بکنیم ولی چه چیزی داره این به اومدن ماشیخ به این شیراب از ایمران. بلشم تو میگه که ببین چون تو کس که هلخا بلد نیست میدونین عقاید مختلف مثلا تو گمارا میدونیم تو گمارا عقاید مختلف مخلوقته به چما اینجوری میگن به تیلو اینجوری میگن هر کس میدونی گمارا خونده میدونه خانم ها باروخ هاشم از گمارا خوندن معاف هستن. ما دوست داریم که بخونیم چون میخواییم بیشتر بدونیم. شما گمارا دو قسمت داری یه قسمت شما الوی میخونیم قسمت هایی مثل پیرگاه آوود چیزایی که پند و نسایی هایی هست این دفنت خانم هم باید بخونن باید. ولی قسمت هایی گمارا هست که تکنیکاله مثلا فرض کنیم این رو همیشه تامه هست تامه نیست این هزار جور اینا این it's not for ladies چون این مغز آقایون خیلی خود و شیشه زیاد داره ladies don't need that باید. خانم هم از خوندن گمارا این قسمت هاش چیز هستن معاف هستن they don't need it اینو باید بدونید. مثل بقیه میتسفوت هر میتسفایی که حقادوش برکو خانما را معاف کرده they don't need that میتسفا اگر نه حقادوش برکو رخم آلکول محصاب right this is you know, یک زن میدونین مینیان لازم نداره یک زن تفیلین لازم نداره سیسید لازم نداره right خانما را چرا داخل مینیان نمیشبنن چون زن به مینیان احتیاج نداره خنا تنهایی داشت تفیلا میخود همه الخواهی تفیلا رو از خنا یاد میگیریم they don't need it. خانم هم دیدون نید تراش به علپه چرا یکی از من پرسید چرا خانم ها نمیتونن قدیش بزنن؟ جوابش چیه؟ چون قدیش مینیان لازم داره و خانم ها به مینیان احتیاج ندارن. همونچه که عرض شد مردا باید ده برای قدیش هر چیزی که نقدشی به تخ بنه تو را میفهمد نقدشی به تخ بنه اسرائیل دواری میشه به قدوشا تورا در آوردن و از رو تورا خوندن رو جماعت نقدیشاخ گفتن قدیش گفتن قدوشا قادوش اینا همش باید ده برخوا مرد باشن که به مینیان احتیاج دارن. زنها رو یعنی برمیگرده اون سواله چرا خانمها رو داخل مینیان حساب نمیکنه خانمشون برمیخوره ولی این جوابش خیلی ساده است و دزی می خانمها مهم نیستن یهودیت از مادر از پدر نیست خانمها مهمترن تا آقایون یهودیت از مادر از پدر نیست پس چرا خانم‌ها رو تو مینیان نمیشونه چون بهش احتیاج نداره کسی که نون خورده است اینه که باید چه برکت آمازون داره کسی که نون نخورده نمیتونه الکترون هم سوشال می‌کنیم سیستم فی پس خانم‌ها they don't need that واسه همین چون قدیش یه چیزی که باید ده برخه مرد باشن که بگن واسه این خانم‌ها از قدیش گفتن معافن و چه زادره چجوری میتونه یک زن بعد از 120 سال ایلوی نشامه شد یه وقتی زن یه اشت خیله است از هزار تا قدیش بالاتر وقتی یک زن میدونیم بچه هاش را تو راه تورا و میتسوت و امونا تربیت کرده این از هزار تا قدیش گفتن قدیش عمل کردنه از گفتن خیلی چیزش بالاتر بنابراین دیدون هفت خیوب right. حالا کجا بودیم؟ ببینیم بعل شم توف میفرماید گفتیم تو توراش بعل پی تو گمارا تو هلاخا خیلی بحثه واسه میگن تلمود بابلی میگن بابلی مولبال میشه به عبری یعنی چی قاطی پاتیه اگه یه دفعه شما بیا مثلا دفیومی بیان دارین گمارا میخونین اصلا چی شد بحثای خیلی پیچیده است خیلی تکنیکال و عمیق و سو اینا آدم هلاخا چی شد what is the bottom line حالا اینجا چیزی که هست بعد شد تو میگه که
نوشته ال تقریب با نایخ الا بنایخ، یه تلمیده اخوانی نیست که دارن با این عقاید مختلف تو هلاخا دارن هر کدومشون میخواد یک قصری واسه پادشاه بسازه. ال تقریب با نایخ الا بنایخ، پیش خود مجسم بکنیم مثلا چند تا آرشیتکت دارین، هر کدوم از اینا میاد یک ساجستشن دیگه میده که چجوری قصر واسه پادشاه بسازیم. ده تا قصر که نمیشه ساخت، right. چکار میکنیم؟ ما میانیم تمام اینا رو میگیریم یکیش انتخاب میکنیم، right. This is the way we are going to do it. وقتی این انتخاب میشه، وقتی این حلاخا اینه، حلاخا همینه، عقاید مختلف هست ولی we need to know clarity what do we do، right. وقتی اون میدینین، وقتی ما میایم انتخاب میکنیم تو این confusion اون یک عقیده به خصوصا، این شالوم میاره. This is it. دیگه بحثی نیست. مثلا ما سفارادی هستیم. This is our halakha. اشکنازی ها. This is their halakha. خبادی هم مثلا خودشون halakha خودش رو دارن. وقتی آدم halakha رو میدونه، it brings clarity. و همیشه باید بدونیم که ببینیم یکی از امتیازات تورا، تورا میدونین تورا شادی میآفرینه. پیغوده هشم یشاریم مسم خیله. پیغوده هشم یشاریم مسم خیله. واسه همینم چون تورا شادی آفرین هست، تیشابه ما تورا نمیخونیم چون روز عزاست. کسی که اول بیوقت نباشه، کسی که تو عزاداری هست بیوقت نباشه، یکی از دیگه نمیتونه تورا نمیتونه بخونه، فقط حلقهای اولی تو نمیتونه. چرا؟ چون تورا شادی آفرین. چجوری تورا شادی آفرینه؟ میفهمن؟ چون تورا به این وقت هم یک شکی داره، وقتی شک آدم برطرف شد شادی آفرینه. آدم وقتی تو شک میدونین شادی نداره، ولی وقتی شکش برطرف شد اون وقت چه میشه؟ این شادی آفرینه. واسه اینام تو زندگی آدم خیلی وقت چیکار کنم؟ این راه برم، اون راه برم، what is the right way؟ آدم وقتی میره ده تورا میپرسه، تو توراش هم میگه، میگه هر وقت گیر کردی تو پیچوخانه زندگی، تو هر دوره من وسط میذارم، right. ما داریم برو خشم گدوله اسرائیل. آدم میگه شک نداره. وقتی آدم میدونین واسهش تعیین تکلیف شد، اون وقت دیگه این سیمخا میاره، اون چیزی که پیغوده هشه میشاریم مثل خیلی لب. هر وقت گیر کردیم از تورا بپرس، گفتیم هر وقت گیر کردیم، yes. از تورا سوال کنیم، نه که فال تورا بگیرن. فال تورا بعضی وقت هست اینه که آدم بره مثلا جدن ده تورا بپرسه، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، what is right. تو هر دوره عقبش بخواه واسه همون گدولیم رهبرهای میذاره، گدوله هر دور که واسه ما تعیین تکلیف میکنن و این طورا داره جوابونه میده. وقتی آدم چیز کرد دیگه that's it، right. اون وقت میدین اوکی من I'm following what عقبش بخواه، از شک میاد بیرون. کسی که طورا نداره can never be sure am I doing the right thing، what is the right thing، هشم میده How do I communicate that to us؟ بنابراین اینه که اینجا میگه که چی؟ اریزر میفرماید هاری و لهشم کل ها آرت، چی سیمخا میاره؟ هلاخا. و برای این که آدم به هلاخا برسه میدونیم باید گعوام نباید باشه. این نیست که آدم میخواد عقیده خودش رو برای چیز خودش، برای بزرگ بودن خودش ببره بالا. واسه این بلشم تو میگه وقت میگه هاری و که اینجا گفته یعنی میلاشون شویراست، شویرن این شکستن، توازن. اون وقت این چیزیه که رایت چکار میکنه؟ شادی میاره. و یس عریزل میفرماید شرط اومدن مشیخ چیه؟ هاری و لشم کلا آرت هلاخا، هلاخا. رایت ببینین یهودیت cannot be in a cardiac Jew. اما قلبم پاکه، that's it. من قلبم پاکه، everything is okay. This is Hollywood. دستی باشه، دسته باشه، قلب سالم باشه. right. ببینین تورتون اقدوشا حلاخا به ما یاد میده. right. خدا بیامرزش بوده، گفتم این پروفسور چی بود اسمش؟ اسمش یاد نمیاد. امنون نتسه. خدا بیامرزش. همین یه دفعه صحبت کرد. گفت ببین من آدم مذهبی نیستم. ولی گفت ببینین اگه نگاه بکنین فرق یهودیت، اسلام و نمیدونم مسیحیت و اینا چیه؟ اینا همشون خدا رو میپرستن. پس فرقشون چیه؟ فرقشون حلاخاست. گفت چیزی که جدا فرق میذاره که ما این حلاخا رو داریم، اون حلاخای دیگه دارن، اون چیز خودشون دارن، اون چیزی که ما رو متمایز میکنه ایتس اگزکتلی حلاخا.
اگر نه جدن ببینید on the big picture اونا هم میگن قلبت خوب باشه، اونجا هم میگن اعتقاد دارن به خداوند، حالا مسیحی ها شریک هم ازش گرفتن، مسلمان هم خدا رو میگن الله اکبر، right؟ فهمیدین دیروز کجا بوده؟ تو ترکیه بازی فوتبال بوده، یک دقیقه اینا مکس کردن برای چیز واسه این اتفاقات پاریس و اینا، مردم دارن تو بک‌گراند داد میزنن، سر و صدا میکنن، میگن الله اکبر الله اکبر تو ترکیه. یعنی دارن احترام میذارن به این مسیحای اروپا، ولی تو اونجا دارن خودشون طرفداری میکنن از آیسیس. anyway ولی الله اکبر it's a beautiful thing. Hashem is great. Hashem is great. Sure. ولی اینا میگن، اینا حرف از خدا میزنن، مسیح حرف از خدا میزنن، همهشون اعتقاد دارن، sure. اعتقاد دارن که دریز علام ابا برای که دنیای بعد از اینم وجود داره. حالا اونا قرآن مثل اینکه بهشون یه قولای دیگه داده که اون بالا چه خبره، ولی همشون قبول دارن، این همشون قبول دارن، خدا را قبول دارن، علام ابا را قبول دارن. پس فرق مذاهب چیه؟ تو میتفت what really چیز که منتونه ما شبات داریم، کشروت داریم، تحت میشباخه داریم، آه نه خود این چیزی که ما رو متمایز میکنه هلاخاس اینه که عریزن میفهمد هریو لحشم کلا آرت هلاخا هلاخا زمرو لحشم بخینور و قول زیمرا رایت الشخ خدوش میگه ببین اینجا تو این مزمور you see how the symphonic music symphonic orchestra works. موسیقی سمفونی هم میگه ببین اول چی میگه؟ اول میگه اینجوری اجدن با کینور، کینور حالا میگن ویولون نیست، کینور هارپه، چنگ ها؟ چنگه فکر کنم کینور، فکر کنم ترجمه اینو تو مادرن هیبرو کینور میگن، ویولون میگن، میگن کینور، ولی this is modern Hebrew. من فکر کنم تو چیز داوید ملخ ویولون نمیزد، داوید ملخ کینور داوید یه چیز مثل ویولون چیز بوده، مثل هارپ، چنگ، چنگ و چنگ این صدای خیلی آرومی داره. الشخ هقدوش میفرماید که اول داوید ملخ حرف از چی میزنه؟ زمرو لحشم بخینور، بخینور و قول زیمرا، یعنی شروع میشه این موزیکی که وقتی مشیخ بیاد خیلی دلنشینه. اول با چنگ شروع میشه، یه چیز خیلی سافت و خیلی نرم، و بعد کم 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 میدونین به تدریج اون وقت چی میاد؟ به خط و ترت و قول شفار با ترامپت، شیپور و شفار و میره. اینا دیدین موسیقی سمفونیک هایت بیلز اپ سو تو سپیک رایت به خط و ترت و قول شفار. و اینجا ببینیم پس حالا اینجا عمیق‌تر بخوایم نگاه بکنیم به خطوط شد و قول شفار می‌فهمین ببین ما باید خداوند را عبادت بکنیم with all our emotions با تمام احساساتمون، عبادت عقدش برو خوب با قلب، قلب احساسه. این فقط این کلمات doesn't mean much. کلمات گفتن اگه بدونیم تو گمارا میفرماید تفیله للو کبنا که گفت بلو نشاما، تفیله که آدم فقط بدونین کلماتو بلغور میکنه مثل چیه؟ مثل جسمی که نشاما نداره. اصل تفیله نشاماش چیه؟ it's a feeling، احساس. آدم باید حقودش برو خواه عبادت بکنه با تمام احساساتش، چه وقت شادی، چه خدا نیاره وقت غم. right. آدم باید همیشه احساسش، باید چی کار میکنیم؟ دور از همه، دور از همه، بی وقت نباشه. کسی که آبل حسن قد قبض که بسشون پاره بکنن چی میگن؟ باروخ دارن خداوند عبادت میکنه، میگن باروخ حتی هشم دیان احمد، خداوند تو قاضی مطلق هستی، ما جاجمنت تا قبول میکنیم. دارن با غم، با قلب شکسته داره دارن براخا میگه، داره خداوند عبادت میکنه. خداوند داد، خداوند گرفت، هشم نتن، هشم لاغف، یهی شم هشم براخ، اسم خداوند متبارک باشه. از دور از همه، اون عزیز از کجا آورده بودیم؟ مال من نیست، اون داده به من.
متوجه هستی؟ یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی وقتی داریم میگیم باروخ دینا امت، داریم خداوند را عبادت میکنیم با اون قلب شکسته. وقت غم، وقت تراژدی، وقتی که چطور خوش داریم شیخیانو میگیم. یعنی داریم چیکار میکنیم؟ داریم خداوند را با تمام احساساتمون، چون اصلش احساسه، رحمانا لی بابایی، خداوند قلبا میخواد، رحمانا لی بابایی. خداوند میگه چی میگه لباستون واسه من پاره بکنین؟ قلبتون رو پاره بکنین وقت تشوبا، اصلش قلبه. واسه همینه ما تفیلا رو از کی یاد میگیریم؟ از یک زن یاد میگیریم. تمام لحشی که ما میخونیم از کی یاد میگیریم؟ خنا. خنا یک زنه، چون جدن عبادت کار زنه. چون عبادت چیه؟ عبوداش بلب، عبوداش بلب قلب. مردا خوابن، مردا احساس ندارن خیلیشون، مرد he doesn't have it. Then a lot of shalom bayit problems میونی سر اینه. خانم ها میدونید مرد با زن فرق میکنه، right? آیا do you love me? Why don't you show that you love me? We all know, right? بطور مرد باید وظیفه داره که باید چیزش بکنه که yes, he does love her. ولی you have to realize که این احساس حق و دشبر خوب به مادرها قلب داده، به پدر. واسه هم نبینید گفتیم تعلیم داوید ملخ تعلیم ها به چی شروع میکنه؟ با اشتر، با الف شروع میکنه. شروع ملخ میشله را با مم شروع میکنه. مم چیه؟ قلبه. مم وسط حرف هاست، وسط مثل وسط بدن، مثل قلب. بچه ها دوتایش لازم دارن، هم به صلاح الف لازم دارن، هم مم لازم دارن. ولی تفیلا عبوداش بلبه. تفیلا عبوداش بلب. لب چیه؟ قلبه. قلب اصل مطره، احساس مطره. اگر این کلماتو گفتن بدون کوانه آدم چیزی میگه مماش مثل گوف بلو نشامه، مثل که جسمیه که اصلا نشامه نداره. نشامه احساس است، قلب است. واسه همینم ما تفیلا رو از خنا یاد میگیریم. چه عجب از خنا؟ ابراهیم، عیسی، یعقوب. تفیلا لحش از کی؟ اصل تفیلا لحشه. اصل تفیلا میدونی؟ اصل تفیلا لحش. خانمان باید سعی کنن روزی دفعه لحش رو بخونن. چرا اصل تفیلا لحشه؟ چون تفیلا لحش علام اصیلوته. باز برگیم سر قبلا، ما چهار تا علامات داریم: اصیا، بریا، یتسیرا و اصیلوت. اصیلوت از چی میاد؟ اتسل. اتسل یعنی چی؟ نزدیک. یعنی پهلو، نزدیک. ما لحش که میخونیم داریم با خداوند سه قدم عقب جلو داریم با هشم حرف میزنیم، رو در رو. اون فقط اصل تفیلا لحشه. لحش قلبه. واسه این ما از تفیلای لحش رو از کی یاد میگیریم؟ خنا. از خنا. اصل تفیلا لحشه. از خنا یاد. خنا زنه. زن احساس داره، قلب داره. مردا باید یاد بگیرن که تفیلا باید با قلب باشه، باید با احساس باشه. اگه نه ایتس گوف بلون شما. و حالا اینجا چی داشتیم میگفتیم؟ تو این آلات موسیقی ما چی داریم؟ هم خط و ترت داریم و هم قول شفار. خط و ترت شیپور رو کجا میزدن؟ تو تورا چی میگه؟ خط و ترت وقت شادی موعد که بود تو به تنگاش خط و ترت میزدن. پس خط و ترت شیپور مظهر چیه؟ جوی. یعنی داریم خداوند رو عبادت میکنیم با جوی. شفار چیه؟ شفار عکسش. شفار قلب رو میشکنه. تو نوی میفرماید مگه میشه که شفار بزنن تو شهر و قلبا نلرزه؟ شفار چرا؟ روششانه چرا شفار میزنیم؟ شفار قلبا میلرزونه. شفار یعنی چی؟ شفار وقتی دم شکسته است، قلب شکسته است. اونجا هم باید خداوند عبادت بکنیم. همیشه که عرض شد باید خداوند عبادت کرد، هم به خط و ترت و هم با قول شفار. چه وقت شادی؟ چه وقت غم؟ درسته. تو عروسی ها بعضی مذهبی ها شفار میزنه. هیچ جا تو حلقه نیومده. اینا اسرائیلی گیمیکس. ببینه اینا میخوام بگم خب. چون خوبا مثل هر سینایه هیچ لازم نیست بزنن. ما اینهایی هم نداشتیم. من میخوام بزنن اشکالی نداره. چون میخوام بگن که چون ما میگیم تمام مراسم خوبا، این خوبا که درست میکنیم برای چیه؟ مثل که عقدوش بخوا هر سینایه بلند کرد مثل خوبا، همونجا همه ایسرم جمع، همه فامیل جمع شدن،
مراسم خوپا خیلی خیلی مثل شبیه معماد هر سینه‌ای وقتی هاشم تورا رو داده گفتن نعسه به نیشمه اینجا هم زن و شوهرم رایت شوهر داره قول میده نعسه هر شما بگی من قبول دارم میگن واسه این لیوانه رو که میشکنه این آخرین دفعه که پاشو میذاره زمین از حالا به بعد یه هرچی خانمش گفت میگه چشم نسته بریش من سو میگم مثل هر سینه مثل هر سینه واسه این شوفار که میزنه واسه اینه میخوام میگم مثل هر سینه فاین سو چی شد اینجا پس بنابراین این بیوتیفول و خطسوت شد و قول شوفار هاری و لفنه هشم لفنه هملخ هشم یعنی تو این ارکستر سمفونیک هم خطسوت شد داریم و هم شوفار البته گفتیم تو این دنیا ما دوتا برخا میگیم خدا نیاره وقت تراجدی میگیم بروخ دیان حرمت وقت شادی میگیم شرخیان تو علام ابا یه برخا بیشتر نیست حتی و همتیو اونجا دم نگاه میکنه همش خوب بود حتی و همتیو اونجا تو علام ابا یه برخا بیشتر نیست حتی و همتیو چون اونجا دم میبینه که همه چی خیر بود گاهان میبینم تو نامش که به فامیلش میذاره قبسی میخواست بره ایسرین میگه ببین نذارید امور دنیوی شما رو بشکنه میگه ببینید چیزی که امروز راجبش گریه خواهی که گریه میکنی فردا راجبش میخندی چیزی که الان داری میخندی فردا گریه میکنی That's what God will say میگه ببین نگذار که فراز و نشیبای زندگی خوردت بکنه right میگه نگذارید میگه نذارید الان باید فقط چیزش علام عباس میگه بدون چیزی که الان فکر میکنی واویلا گریه میکنی فردا میخندی ببین نه به نفعت بود انتباه افتاد و برعکس چیزی که فردا آه that's such a beautiful thing right فردا روش گریه میکنی can never know چیزی دنیاوی دنیا ups and downs زیاد داره دلتا به این دنیا نبند دلتا به این دنیا نبند اصلش علام شکولوتو بنابراین تو این دنیا دوتا برخواست ولی بعد از 120 سال یه برخواه بیشتر نیست تو علام ابا فقط حتو و همتی میبینیم همش حتو و همتی حتی گفتیم هر چقدر میدونیم تو این دنیا آدم چراها واسهش عظیمتره خوشی که اونجا داره بالاتره که میفهمه میفهمه که جه همش چی بود حتو و همتی بنابراین بقیه پاسوغا رو برخواه بکنیم یرعم ایام املعوم تبل و یوشوی با وقتی که مشیخ بیاد یرعم ایام املعوم اون وقت نه تنها انسان ها چیز میزنن خطوطروت و قل شفار و کینور و فلان بگه تمام آفرینش یرعم یعنی مثل که دریا با موج ها و صدایی که میاره داره خودمان تسبیح میکنه تمام تول و یشوه با تمام ساکنین کره زمین نهاروت ایمخه و کاف مثل این که رودخونا دارن کف میزنن و این کف زدن به علامت خوشی از اینجا آمده ها این از کجا شروع شد؟ What's the source که در همه جای دنیا کف میزنن؟ Do you ever think about it? از کجا آمده؟ چه عجب کف میزنن؟ دست زدن؟ چه خوششون میاد؟ چه عجب؟ بی اختیار اینجا داره میبینیم داره میگه که چی؟ نهاروت یمخاو کف یمخاو مخیات کپای میشه کف زدن چیز داره قباله داره میدونین یعنی داوید ملخ هم میگن اینجوری دست میزنه اینجا پنج یعنی میبینی پنج و پنج دوتا دست که ما داریم دست راست خسده دست چپ دینه داوید ملخ یه وقتی دست میزنی اینجوری دست میزنه نمیشه که خسد بیاد رو دین ولی چرا دست میزنی؟ همینه دیگه میخواییم مثل آب که میریزیم روی این واسه چی میریزیم؟ چرا سه قطره آب میریزیم؟ گفتیم شویه من ما حقی بوریم و یک خیدوم تشعیم سریم یا این گوروت گوراس آب خسده خسده میریزیم روی دین دستم که میزنیم پنج تا اینو پنج تا انگوش دست راست خسده دست چپ دینه میخواییم چیکار کنیم؟ تفیلا میخواییم که انشالله خسد بیاد و بزنه Yes. سفارادی ها نمیزنن ما سفارادی ها دست نمیزنیم چون با همون علتی که ساز نمیزنیم شما یه تبین کلی شیر میترسیم که بیاد سازه رو بیاد ساز بزنه و سازه رو کوک بکنه اشکنازی ها هم میرقصن دست هم میزنن سفارادی ها به شینوی میزنن به خاطر این
ولی دست دادن همیشه خوبه. ولی اونجا هم که میزنیم اینجور راست رو چپ. حالا بقیه ملل دنیا از کجا گرفتن دست دادن من نمیدونم. ولی we have our sources. Our sources are شروع میشه از داوید ملل. خب اینجا هم داره میگه نهاروتیم خواه خاف یخد هاریم یرننو. حتی مسئله که حتی کوها هم به وجد میان و ترنم میکنم لفنه هشم کیوالش با تا آرت. چون روزی که و داره اینجا تأکید میکنه مشربن و داوید ملخ، فکر نکنیم که خداوند اون رشاییم اون ظلم رشاییم رو نادیده میگیره. همچون که نوشته آقادش برو خوب انتقام هر قطره خون بیگناهی که ریخته شده رو خواهد گرفت. رایت بنابراین میگه چیفنه هشم در اونجور وقتی ما شیخ بیاد کیوال ایشپوت آرت ایشپوت تبل به صدق و امین به میشاریم، که اونجور تمام دنیا رو با صداقت و تمام ملل ها به میشاریم ملخ هم و شیخ که بیاد همه اینها به صدق بازخواست خواهند شد. ولی all together چیزی که خواهد شد تمام آفرینش وقتی ما شیخ بیاد به شلموت به اون تکامل میرسه و آدم وقتی که به تکامل رسید شیرا میخونه. مثل چرا شدی هاتان میخونیم؟ چرا؟ چون زن و شوهر وقتی ازدواج کردن کامل نیستن، وقتی ازدواج کردن به تکامل رسیدن شیرا میخونن. همیشه اینجوریه. مسیحت رو براخا میکنیم شیرا میخونیم، سیمخت تورا تورا رو براخا کردیم شیرا میخونیم. چون ببینید وقتی چیزی به تکامل رسید تکامل شادی آفرینه. اینجا هم اگه هر سیومی سیمخا داره obviously وقتی که این تمام تاریخ بشر هم با اومدن مشیخ به تکامل برسه obviously if there is a cause for celebration وقت به عزت شم سیمخا خواهد بود. حالا هم فعلا باید چکار کنیم؟ چکار کنیم همونچون گفتیم؟ آه چی گفتیم اول شیور؟ زندگی درس حساب است. بعضی ها نبودن بنویسیم زندگی درس حساب است. تو حساب یاد گرفتیم جمع تفریق ضرب تقسیم، جمع و تفریق میکنیم ضرب تقسیم. گفتیم که خوبی ها را جمع، بدی ها را تفریق یا کسر، خوشی ها را ضرب و شادی ها را تقسیم کنیم. اینجوری ریاضیاتمون هم خوب میشه. خوبی ها را جمع و بدی ها را کسر یا تفریق، خوشی ها را ضرب و شادی ها را تقسیم کنیم. ولی کسی دعوتتون نکرد از دستش ناراحت نشید، خیلی بهشون بر میخوره. یه خانم من میگفت ما عروسی داریم، به من زنگ زدن منو دعوت نکردی؟ اولا دعوت نشده نریم، دزدیه چقدر باعث چیز میشه خاص خلیلا. و از اون طرف هم ببینید it's not easy to make برو خشن. این آدم میگه هر کسی چقدر دوست و آشنا داره بخواهی جدا اینه پیپل کنند افوردید آدم نبید چرا من رو دعوت نکردن و متاسفانه دلخوری های بی خود زیاد پیش میاد. آدم اینه انشاءالله که این آدم بهشون که میگه یا اوکی انشاءالله که از صمیم قلب ما هم هر جا هستیم ما تو خوشی میکنیم. من خیلی وقتا مثلا خیلی هر وقت من دعوتنامه میفرستم I don't go. اگه جدا میخوام یک کسی میدونم که خیلی مجبورن بفرستم اگه میشه نفرستم، ولی if somebody really wants you to be there رای چیز میکنن زنگ میزنن فلان اینا. اگه نه اگه جز هر جا هستیم و تو خوش هستیم. We share your simcha whether we are in attendance or not. ولی خدا نکنه که اینو مردم اینقدر درد سر دارن حالا مردم دلخور میشن از دستشون چرا منو دعوت نکرده، چرا منو کجا نشونده، چرا این براخه رو به من داد اون براخه رو به من نداد. we have all kinds of problems. anyway انشالله همیشه با هم دیگه سماخوت با هم دیگه شیر بکنیم شادی ها را تقسیم بکنیم. doesn't mean that we have to invite them. خب ببینین برگردیم سر هلاخای شبات. گفتیم هلاخا میفرماین که منهاگ خیلی خوبی که آدم همه غذای شباتی ها و یوم تووا چکار بکنه قبلش بچشه، میکشور بکنه که میکشور بکنه که نمک فلفلش همش نشون بده که چقدر غذای شبات براش اهمیت داره. و همینطور میفرماین که بعضی ها حرف از تیما میزنیم، حرف از قیدوش میزدیم ما
بعضی ها مثل ما تو ایران رسم داشتیم که بعد از قدوش، قبل از اون که هموطی بگیم، از اونجایی که شبات ما کمبود برخا داریم، معمولا باید روزی 100 تا برخا بگیم، و وقتی که ما 3 دفعه لحش میخونیم 3 تا 19 تا 57 تا چیز رایت بیر با بیرکات از شخر و چند دفعه اشریان سر گفتن و غذایی که میخونیم ایزیلی روزهای هفته 100 تا برخا رو داریم. شبات دو روزی که مصاف هم داریم، ولی 4 هفته 28 داریم به جای 57 تو لحشاش فقط 28 تا برخا داریم، کمبود برخا داریم شبات. بنابراین رسم بود تو ایران که قبل از اون که حموتسی بگن، بعد از قیدوش حساداما میگفتن و میفرماین که کسی که بخواد این کارو بکنه که تکمیل میکنه صد تا برخا را شیزه رو شلو، میگن این مینها تو ونخون، میگن مینها که خوبیه مینها که ما تو ایران داشتیم، ولی به شرطی که زیاده روی نکنیم، کم تیکه های کوچیک. که چرا؟ چون اگه زیاد بخوریم اون وقت سوال پیش میاد که آیا بعد الان برخا آخرش هم رو بگیم یا به برکت آمازون یوتسه میشیم. بنابراین کسی که میخواد اینها که خوبا نگه داره شیزه رو شلو لگه لکه داره تون کامون چه کزایی باید کمبایند 27 گرم نشه، یعنی باید یه ذره مزونوت، مثلا یه کرکر رو بگیریم نم چند جاش بکنین، یه ذره مزونوت، یه ذره هایت، یه ذره هداما، یه ذره شهکل، که همه اینا با هم دیگه 27 گرم نشه. چون اگه 27 گرم بشه اون وقت میریم داخل اون بحثی که گره نفع شد بگیم یا نگیم. You're with me, right? بله؟ اگه بگن چی میشه؟ چرا باید نگم؟ بعد ببین اون وقت خودتونه توی یک چی توایلایت زون میذارین که برخواه آخر بگین یا نگیم؟ باید باشه که باید بگن. نه، ما مطمئن سرش بحثه. تو علاقه سرش بحثه که آیا قبل از اینکه هموطی بگی اول برو نفاشوت بگی یا نه. بعضی میگه نه دیگه، میگه برو نفاشوت نه دیگه، داری نوارخ بگی چند دقیقه دیگه. بنابراین the best thing is not to داخل این به اصطلاح چیز شک نشین. روز شک دار جرد هم بگیره یه ذره یه ذره یه ذره یه ذره و همینطور هم براخای بسامیم هم خوب بگیادم. آره سعی میخواییم براخا رو اضافه بکنیم چیز بگیم رایت. اول مزونوت یه زیر کوچیک هایتس هداما شکل و براخای پنج تا براخای دشت گردی براخای حالا اگه عطسه دارن اسمه دارن که بیشتر هم میتونن چیز بگن و میفرماین که فاین اومیکول مقامی مخلوب تاوت. حالا what about کسی که خانم واحدی فرموده، حالا اگه زیاد خورد چی؟ اومده مطمئن نیست خوشمزه بوده نمیدونم این اون ماهی، خیلی هم ماهی میخورن. بله چون اینجا نه اگه چیز باشه سعی کنیم که هر سه وعده شبات اگه ماهی بخورن که فبه ها اگه نه اینا من مادر 120 ساله باشم این هگشون اینه که همیشه واسه همین مثلا برخوا چیز یه ذره ماهی بیارن، اینجا هم ماهی خورده برای شکل یه ذره که دو مرتبه، حالا اگه زیاد خورد چی؟ برخوا آخر نمیگه می فهمیدن میکل مقام مخلوب تاوت اگه اشتباهن بیشتر از کزایت خوردن برخوا آخر رو نمیگیم چون صافق برا خود لها قل رایت. و می فهمیدن که ریاسوی شو هم نفسق و سقدد رایت و هم وخیر حضبت دهم رایت و در صورت اگه بیشتر هم خوردیم ولی سعی کنیم که نخوریم. و می فهمیدن باید بدونیم که اگر ما وقتی که دوش گفتن یه ذره از قیدوش چشیدیم اون وقت دیگه در حین قضا روی نوشیدنی ها برخا نمیگیم. حالا چرا؟ چون برخا یعین گفتیم و چشیدیم حیعین کیوان شو مشقی خاشو بده بکنه مشقیم برخا تو پترت کل شارا مشقیم و الاخین این شده شارا مشقیم به نقیدوش رسودا اینو ترخ دوباره خلی هم. یعنی اگه مثلا فرض کنیم بعد از که قیدوش چشیدیم خواستیم آب بخوریم چی دیگه بخوریم یه برخا نداره. چرا؟ چون برخای یعنی نمیتونیم بعد از قیدوش شهکلا مثلا رو چی بگیم؟ سودا بگیم یا رو آب بگیم. چرا؟ چون با قیدوش یوتسه شدیم گلت میگفه متوجه هستی؟ مثلا شهکلی باید چی بگیرن؟ مثلا ماهی بگیرن یا بعضی خیلی های چاکلت چیپ میگیرن. چاکلت چیپ is very little شهکلا هم از پرول باته نه ماستی right؟ سو ما تو خونه بیشتر یا اینا یا ما شش میاد شش بخوریم ما. شش خیلی تو ایران رسم داشتن شش میذاشتن پشت دیگ
و چیزا بهتره که کیدوش بگیم حموتی بگیم بعدا. نه اون کارم میتونی ببینید اینجوری میتونین هم میتونین ببینید میتونین یک کدودت که میتونم قدوش بگه حموتی بگه نوارخ بگه بعد از حموتی دیگه نمیتونین براخا بگیم. برای دسر فقط اگه حاسد ما بتونیم بگیم، مزورا دیگه نمیتونیم بگیم. مگر اون که دم چیکار بکنه بعد از برکت آمازون دسر بیاره. بعد از برکت آمازون دو مرتبه همه براخا رو میشه گفت. یادم چرا تودهش رو بکنیم هم I would suggest که منهاگ ایران نگه داریم، ولی مواظب باشین که کم بخورن. اگه فکر میکنید اگه قبل از قیدوش آماده کنید، that's what we do at home، قبل از قیدوش اوردی تیکه های کوچیک کوچیک میذارن نه دیگه وز کردن نمیخواد، یه ذره کوچیک، یه کرکر، یه ذره نمیدونم یه پله، نمیدونم نارنگی، چیزه کوچیک کوچیک که دیگه مسئله نیست. زیتون مثلا، زیتون that's right. آدم ها خیارشو یه ذره کوچیک، ولی باید در نظر داشته باشیم که همه اینا با هم دیگه 27 گرم کمتر بشه. اگه فکر کنیم مسئله است و دنیس کپید بذارین دسر را بعد از برکت آمازون بیارین و اونجا همه براخا را میشه گفت. اونجا ببینیم بعد از برکت آمازون که دسر را بیارین براخا خرانه هم داریم، اینجا براخا خرانه نداریم. اگر اینکه بینیم اصلا براخایی که میخواییم بگیم بعد تا موقع که هم موسی بخواییم بگیم very good. Yes, definitely. آره نه. بعضی زمستون ها مثلا مهمون و اینا دوخان زودتر قیدوش بگن. Definitely اونجا میشه. اگر ما میدونیم که الان ما دست نمیخواییم بشوریم، فقط میخواییم الان قیدوش بگیم. قیدوش بگیم. و اونجا وقتی این کار بخواییم بکنیم که بعدا میخواییم دست بشورین، باید حتما قیدوش که میگین، کیکی چیزی هم یک کزایت باید حداقل کیکی چیزی بخوریم. که این سعوداتون میشه براخرخانه هم بگین. بعدش هم family is bonding together تا مهمونا برسن. حالا یا خودشون قدوش بگن، دو مرتبه واسه شون قدوش بگیم و دست بشوریم. یعنی خود آدم میگه دوباره اینجوری براخ اخرونا داره باید چیز. و خود آدم میگه واقعا قدوش میگه دوباره اگه خیلی طول بکشه. نه دیگه. نه. بله. موتای شبات منظورتونه؟ کی؟ شب شبات؟ شام روشن می‌کنی؟ خب. وقتی که دیگه نگفتن چی نمی‌جوره؟ بله. آبی یا قرص نمی‌تونی بخوری؟ قرص همیشه میشه خورد. قرص چیز نه. ولی آره، ببینید بعد از اینکه قبل از قیدوش نباید چیزی بخورن یا بنوشن. ولی ببینین اگه مثلا خانمی هست که بعدجوری تشنشه، می‌تونه قیدوش بگه و آدم بنوشه. خودش بده قیدوش بگه. بله. نباید شبات آدم تهنیت باشه و زجر بکشه. رایت. و می دواریم و بوریم دفقاییم تا هم با این برای خوش بکنیم معیش رو قیدوش اولین لطا همه. حالا اینجا اگر مثلا فرض کنیم قیدوش گفتن از یا این نچشیده، اون وقت اگه خواست قبل از حموتسی بنوشه یه چیزی ها باید برخوا بگیم. متوجه هستیم؟ اگه از قیدوش چشیدیم اون وقت دیگه رو مایعات نمیتونیم برخوا بگیم، ولی اگر از قیدوش نچشیدیم اون وقت باید اگه میخواد درینک هم بکنه باید روش برخوا قبل از حموتسی. اوکی؟ یس. مثلا شب شبات شده که خیلی وقتا آب رو سامبر می‌ریزیم، آب برخا میشه. آره. حالا یا که می‌خوای مثلا برای شبات دیگه آب برخاه، یکی از سماوره نسوزه. اگه یه کسی بیاره این که آنپلاگش بکنه، ولی به هیچ وجه آب نمیتونیم به سماور اضافه کنیم روز شبات. آه نمیشه. شور؟ بیشوله. به هیچ وجه آب روز شبات به سماور نمیشه. روشنه نمیتونیم این کارو. نه؟ چرا؟ گفتیم شما میتونین اگه مثلا فرض کنیم آتشتون روشنه دیگ بزنین روش غذا بپزین؟ نه. اینجا میتونیم سایی سایی فیلم سماور روشن بوده. آب هم پختنه. وقتی آب میریزیم اونجا جوش میاد داریم میپزیم. بنابراین اگر همچین مسئله پیش بیاد و میترسیم که بسوزه باید کسی بیاریم و چکار بکنه آنپلاگش بکنه. فاین ما شباتا هم اینجا داریم. شباتا هم شبات بعد از اون فاین به عزتشم we'll try to help.